امروز کلی از خاطرات سالهای دور در ما زنده شد. رفتیم به میدان بهارستان. حدود میدان بهارستان که وارد میشیم، کلی از خاطرات دهه 30 و 40 و 50 به ذهنمون هجوم میاده. از میدان بهارستان رفتیم خیابان اکباتان برای عمارت مسعودیه، به دیدن عمارت مسعودیه. با مهندس هادی میرزایی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف، احیا و بهره برداری از اماکن تفریحی و فرهنگی قرار دیدار داشتیم. دیدار بسیار خوبی بود. آقای مهندس هادی میرزایی با محبت عمارت مسعودیه، عمارت که نگوییم باغ، عمارت مسعودیه رو به اتفاق گشتیم و دیدیم. خیلی زیبا بود. این عمارت در زمینی به مساحت حدود 15600 متر مربع و اعیانی حدود 9000 متر مربع در سال 1257 بنا شد، حدود 142 سال قبل. این عمارت به دستور مسعود میرزا، حاکم اصفهان، ملقب به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه ساخته شده و به سرکاری رضا قلی خان، ملقب به سراج الملک، در زمینی به وسعت حدود 4000 متر مربع و از بیرونی دیوانخانه در واقع و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شد. معمار این بنای دیدنی، معمار باشی به نام آن روزگار، استاد شعبان بود. گچبری ها، کاشیکاری ها، خطاطی ها، نقاشی ها و دیگر تزئینات این بنا به راستی دیدنی بود. آقای هادی میرزایی لحظه به لحظه و مکان به مکان توضیحات جالبی میدادند و گویا این ساختمان رو، این بنا رو از حفظ بودن همه چیز رو. بس که این بنا زیباست و بس که این بنا رو آقای هادی میرزایی به خوبی اداره میکنه. عمارت مسعودیه رو از آقای هادی میرزایی شنیدیم که در زمان رضا شاه از ورثه خریداری شده و از اون زمان به تاکنون عمارت در طول سالهای عمر خودش شاهد وقایع بسیاری بوده. در جریان جنبش مشروطه در سال 1287 در نزدیکی این عمارت بمبی دستساز زیر کالسکه محمد علی شاه منفجر شد که بهانه داد تا برای به توپ بستن مجلس به او. پس از واقعه بهارستان، عمارت مسعودیه نیز به همراه خانه ظهیر دوله و سایر مشروط خواهان به رگبار بسته شده بود. این بنا بنای بسیاری از ساختمان‌های فرهنگی کشور در واقع در این عمارت گذاشته شده. نخستین کتابخانه و موزه ملی ایران جایی در گوشه این عمارت برپا شد. اینطوری که آقای مهندس میرزایی برامون توضیح دادن، حدود سال 1304 انجمن معارف با استفاده از یکی از اتاقهای این بنا کتابخانه رسمی کشور را که پایه اصلی و اولیه کتابخانه ملی بود رو گذاشت. چند سال بعد هم یکی دیگر از اتاقهای اینجا به عتیقه های باستانی که از گوشه و کنار ایران به دست آمده بود اختصاص یافت و در حقیقت می شود گفت نخستین موزه ایران در آن پایه‌گذاری شده. و آقای میرزایی برامون توضیح داده که اشیای عتیقه همینجا در سال 1318 به موزه ملی منتقل شده. او توضیح داد که در فاصله سالهای 1342 تا 43 از عمارت مسعودیه برای مدت کوتاهی به عنوان دانشکده افسری استفاده شد و وقایع دیگر رو دیگر. در هر صورت این عمارت در سال 76 با تصویب هیئت وزیران به سازمان میراث فرهنگی کشور واگذار شد و اینطور که آقای مهندس هادی میرزایی توضیح دادن، تعریف کردن،
گویا از این عمارت در 25 شهریور سال 1390 برای جشن خانه سینما مورد استفاده قرار گرفت. آقای مهندس هادی میرزایی خبر دیگری هم به ما داده بود که خبر خوبی بود. ایشون گفت در حدود 2 هفته دیگر حدود 80-90 بنای تفریحی و فرهنگی آماده بهره برداری به مزایده گذاشته میشه. بناهایی از این دست شبیه همین خانه‌ای که ما دیدیم، خانه باغ، باغ، موزه، هر چیز دیگری که میخواییم اسمش رو بگذاریم. و اما میرسیم به خبرهای عادی سر صفحه. امروز قیمت جهانی طلا افزایش چشمگیری داشته، از 2000 دلار تجاوز کرده و به 2003 دلار رسید. افزایش قیمت طلا تأثیر خودش رو گذاشته بر بازار. اما نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر آقای محمد کشتیارایی گفته که 3000 تن طلا و سکه در خانه های مردم ذخیره شده. این صحبت چندمین بار هست که گفته میشه، ولی رقم بالایی است. اگر هر اونس رو 2000 دلار حساب بکنیم، معلوم میشود که چند میلیارد دلار طلا در خانه های مردم خابیده. و شاخص کل بورس امروز افزایش داشته، حدود 9599 واحد. و خبرهای دیگر تا برسیم به خبرهای منطقه‌ای. خبرهای منطقه‌ای ها کیست که امروز سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل راکت‌های شلیک شده از باریکه غزه به شهر بندری اشکلون اسرائیل رو رهیابی و منهدم کرده. و غیر از این گفته شده است که تماس تلفنی وزیران خارجه عمان و اسرائیل هم برقرار شد. و غیر از این آقای یوسا کوهن یا یوسی کوهن، رئیس موساد که قرار بود دیروز وارد ابوظبی بشه، امروز وارد ابوظبی شد و با همتای خودش دیدار داشته. و غیر از این آقای دونالد ترامپ موضوع عفو ادوارد اسنودن توسط آقای دونالد ترامپ هم خبری بود که سر صفحه به دست من رسیده. و برای اولین بار شبکه اسکای نیوز مستقر در ابوظبی یک گفتگوی زنده داشته با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. این مصاحبه زنده بوده. و خبرهای دیگری هم داریم، اما اشاره بکنم به اینکه آقای عباس عبدی در یادداشتی نوشت: اگر از من پرسیده شود که در ایران کنونی به چه تخصصی بیش از همه نیازمندیم که در وجود آن به شدت فقیر هستیم، خیلی سریع خواهم گفت به سیاستمدار. آقای عباس عبدی در ادامه نوشت: کنشگران اصیل سیاست از همه جناها کم کم به حاشیه رفتند و یک عده هوچی که قدرت را فقط برای قدرت می‌خواهند و هدف و غایت زندگی آنان قدرت است، میداندار عرصه سیاست شدند. و اما یک یادداشت خواندنی از آقای میلاد عظیمی در سر صفحه به دست من رسید. میلاد نوشت: سایه هوشنگ ابتهاج تعریف می‌کرد روزی آقای بیازین، نویسنده و مترجم نامور، و آقای محمد رضا شجریان مهمان او بودند. حرف خیام به میان آمد و شجریان یک رباعی از خیام را با آواز خواند. شجریان چنان آواز عجیبی خواند که بهازین پرید و دست شجریان را بوسید. آقای میلاد عظیمی در این یادداشت ادامه داد: این آواز شجریان بود که به شعر خیام رونقی بیشتر داده بود. آواز شجریان بر رونق و شوکت شعر خیام و حافظ و سعدی می افزود و شجریان قدر خود را می دانست و به جایگاه خود واقف بود و سخن به مقتضای سلطنت هنر خود